امروز من میخوایم بیشتر از 10 غذایی را به معرفی بگیرم که حملات نیمسری را تشدید میکنند. اینجا کابل افغانستان است. هوا خیلی برفی و عاشقانه است. بنده حقیر دکتر قیس نکزاد است و امید و تمنا دارم که همتان تندرست، شاد، خانگک های سرد تان در این هوای سرد گرم باشه و دسترخانتان پر از نعمت باشه. دوستان شرافتمند من، اعضای دل من، خیلی ممنون از حمایت شما، خیلی ممنون از تشویق شما. امروز به اساس پیشنهادات شما، امروز من میخوایم بیشتر از 10 غذای را به معرفی بگیرم که حملات نیمسری را تشدید میکنند. ما و شما در سگمنت های متعدد در مورد میگرن یا نیمسری بحث کردیم. این ویدیو را بحث کردیم، این ویدیو را بحث کردیم، این ویدیو را بحث کردیم. براتون تو رو گفته بودم که نیمسری یکی از سردردی های مزمن است. شاید رفیق دوست اندیوال آدم سالا باشه. بر مریض آدم میگه که این سردردی که دیده است، دوستت است، مدیریت باید شوه. این سردردی را ما گفتیم که کتی سر و صدا زیاد میشه، کتی جگرسگ زیاد میشه، کتی قول مقال زیاد میشه، کتی استرس بیش از حد زیاد میشه، کتی جگرخونی زیاد میکنه، خود کتی خوشی بیش از حد خود زیاد میکنه، کتی بوی عطر اسپری، بوی مثلا عطر تیز، بوی بخاری موتر خود زیاد میکنه، کتی نور و سر و صدا و جگرسگ و غرنبس و غرنبس خود زیاد میکنه. مریض میگه دکتر صاحب می توی که میرم پس که میم مورسی از این چشمای مبرایر هاست. میگه از یک سو بیادر محترم ده حکومت سواق دنگ و دنگ و دنگ و دنگ و دنگ و دنگ ما چون در این حکومت تالا در کدوم توی ما نرفتیم در پولی از یک گروپ های لایت یا این تمامش من حیث محرکین یا تریگر میگرین یا نیمسری عمل میکنه. در جریان مریضی ماوار امکان داره که سردردی زیاد شه و تابلیت هایی که به خاطر منظم شدن مریضی ماهانه و یا کانتراسپتیف های اورال یا فمی یا تابلیت های دوره یا به اصطلاح تابلیت های خوشی که گرفته میشه، اینا همچنان میتونه که میگرن یا نیمسری را تشدید بکنه. ولی در کتاب و مؤاخذ طبی یکی از جمله اجزای تداوی نیمسری پیش مریض چی است؟ تغییرات در شکل زیستن مریض. و یک جزء از مثلا تغییرات در شکل زیستن مریض، در پولی که مریض میگه استرس تا کنترل کو، در پولی که میگه ورزش بکو، در پولی که میگه آب زیاد استفاده کو، در پولی که میگه از محرکین خود جدا کو، در پولی که میگه سر صدا چه قصه قال مقال نورای رنگارنگ خود مواجه نساز، در پولی که مریض میگه پرخوابی و کم خوابی نکو، در پولی که مریض میگه ناس زیاد خود گشنه نگاه کن زیاد سیر، برش میگه که بدر غذا را نخو. خب کدام غذاها را؟ پس شما کتابچگک هایتان گرفته، قلمتان گرفته، نوت بکنین که مریضایی که مصاب میگرن یا نیمسری هستن از کدام غذاها باید بپرهیزن. نمبر اول، هرگاهی که یک فرد میگرن یا نیمسری میداشته باشه قهوه زیاد باید استفاده نکنن. جمله را مکمل هضم بکنین. قهوه زیاد در یک سگمنت لالا شکیب جان قند نازدانه دردانه باش که امروز ناز بتومته که یک ذره یک پریشان هستید عزیز دل. یک سگمنت گفتیم که از صفحه دکتر شما کده شما نمیتونین کانال معتبر طبی را سراغ داشته باشین. یک دکتر صاحب در زیر کامنت داده که هیچ قصد خود روزی است. او بیادر ما کانال گفتیم، ما خود معلف ها نمیفهمم، خودم کانال بیبی که اگر در کدام کانال یوتیوب دیگه در افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش جمع در کشور دیگه، اما که ویدیوی تیبی به موی استاندارد ها گفت که ما بیادر مجرم، ما مجرم، ما خود نگفتیم. باز برای از او بیادر یک ریپلی کردم، بعد از سالا در بینم یک لک کومنت که روزمرم یکش ریپلی کردم، گفتم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگه میگه در خانه کس هست یک حرف بس هست. صحیح؟ گپ زدم در مورد قهوه. قهوه زیاد، گرفتن قهوه زیاد سبب میشه تا نیمسری تشدید شود. چرا؟ گرفتن بیش از حد کافئین خودش سبب شعلاور شدن حملات نیمسری میشه. در پلی از او، گرفتن چاکلیت، خصوصا چاکلیت هایی که در ترکیب خود بیتا فینایل الینین داره. چاکلیت به خاطر که در ترکیب خود بتا الفینایل الینین داره امکان داره که نیمسری را تشدید بکنه. خمیر مایه که در مثلا خمیر کردن انداخته میشه امکان داره که نیمسری را تشدید بکنه. گرفتن گوشت های پروسس شده
مثلا ساسج، مثلا گوشت برگر، گوشت مرغ که پروسس شده است، گوشت هایی که مثلا در به شکل یخ زده و پروسس شده میآیند، به اساس علاوه کردن بعض مواد کیمیایی که مانع پوسیده شدن و گنده شدن این چنین محصولات شوه، سبب میشه تا عملات نیمسری تشدید شوه. یادتان باشه که بعض دانباب و بعض خستباب نیمسری را تشدید میکنه. کسایی که نیمسری دارن بادام و مونپلی را که بخوره از چشمکایش میبرایه. بادام و مونپلی چی چیزی که نیست، اینقدر خوش میکرد و اندازه ندارم. مگه یک روز ما بخورم چهار روز کلیم لکته و میره، با خاطر که من خودم میگرن دارم. بنابراین از خوردن از این باید اجتناب به عمل بیاد، به خاطر که اینا در ترکیب خود تیرامین داره. در ضمن از او امکان داره که نیمسری با استفاده از رد واین زیاد شوه، واین سرخ. و این سرخ غال در افغانستان انشاءالله که کسی استعمال نمیکنه. کسایی که در کشورهای بیرونی هستند در پولیل که اونو مزرعه های شرعی خود داره، یعنی تو نیمسری تانم تجدید میکنه، مردم های شرابی متوجه باشین. در پولی از او میوه های فامیل سیتروس در صورت که بیش از 100 استعمال شده، مثل لیمو، نارنج، کینو، مالتا، اینا هم تثبیت شده که پیش بعض افراد اشخاص نیمسری را تشدید میکنه. در پالیازو یک چیز را به نام مونوسودیم گلوتامیت یا ام سی جی میگن. چی میگن شکیب؟ مونوسودیم گلوتامیت یا ام سی جی. این در ذائقه انداخته میشه، به خاطر که سوپ ذائقهش خوبش باشه، به صورت به خاطر که آش ذائقهش خوبش باشه، به خاطر که آیس کریم ذائقهش خوب باشه، این را علاوه میکنن، ولی ذائقه لامزه به نیمسری را تشدید میکنن. در پالیازو حملات نیمسری امکان داره با گرفتن غذاهای لبنیاتی و محصولات لبنیاتی مثل پنیر، مثل کریم، مثل ماست، قیماق تشدید شوه به خاطر موجودیت تیرامین. و در پالیازو شیرین کنندهای مصنوعی مثل اسپارتم. کسایی که مثلا مرض شکر دارن دیدین میگه بورای شکر استعمال میکنم، همی بورای شکر اکثرش در ترکیب خود اسپارتم، اسید سلفیم، همی چیزا را می داشته باشه یا سکرین، اینا امکان داره که عملات نیمسری تشدید بکنه. ولی دوستای شرافتمند من، ما وقتی که پرهیز غذایی یک مرض را تشخیص میکنم، یک چند دانه مضر دو زیر کامنت میتم میگه خیچی را بخوریم. او برادر نازدانه، عالی نمی آمی عملات نیمسری را تشدید میکنن، یا نخورش یا درد تحمل بکن. ولی یک چیز یادتان باشه، از جمله از این 10 غذایی که من تشریح کردم، من جمله قهوه، من جمله به طور مثال چاکلیت، پنیر، فکر کو قیماق، گرفتن مثلا آیس کریم یخ، گرفتن چیزایی که در ترکیبش ذائقه انداخته میشه، گوشت های پروسس شده، چیزای کنسر و ایتو نیست که همی کلش تو نخو. اگر نیمسری داری صبح که سردرد شدی فکرت بگی، شو مقاربت کردی که سمبو سردرد هستی، هم بستری کردی، با خاطر یک چیز را به نام پست کایتل هدک میگن یا سردردی های بعد از مقاربت، این نیست. در ضمن ازو اگر مثلا سبا سردرد شدی فکر طبیعی که شب چی استعمال کرده بودی، پنیر خورده بودی، در پیزا بود، خب بفهم که محرک تونوز این حال عزیب بعد که تو اگر پنیر را گرفتی نیمسری تشدید میشه. اگر مثلا اون 5 دقیقه لذت را تحمل میکنین، دردش را تحمل بکن. بنابراین شما پیدا کنین که از جمله همین 10 غذاهایی که تثبیت شده که عملات نیمسری را تشدید میکنه کدامش به شما نمیصرفه، اونم را نخورین. اویی که نه سردردتان میکنه و در جانتان مفتاحه، ما براتان میگم که دارو و درمانتان شود. تا هزار بعد خدا یار و نگهدارتان.